آمریکا توی جنگ جهانی اول با تشویق شما عزیزان آقای پروفسور شروع می‌کنم. اجازه بدم قبل از این که بیان خود خدمتتون عرض بکنم از دوستان عزیز خواهش بکنم که آنهایی که از اون بلندگوی ترجمه استفاده نکنن اینو خاموش بکنم. خیلی ممنون. جناب آقای رایزن فرهنگی، جناب آقای معاون رایزن فرهنگی، بانوان و آقایان، بزای محترم، ما در طی این دو روز سخنرانی های چند بسیار جالب و پر محتوا شنیدیم که به زبان های مختلف ارائه داده شده است، از جمله زبان فارسی، زبان آلمانی، زبان انگلیسی. و پس در نظر به این که از دانشگاه پاریس سه سوربن نوبل در خدمت شما هستم، پیشنهاد میکنم که سخنرانی بنده به زبان فرانسوی ارائه بدم. Monsieur le conseiller culturel, je rigole. ادامه بیان من به زبان فارسی خواهد بود. اما جا دارد و افتخار دارد که در اینجا از جناب آقای مرجانی تشکر بکنم برای برگزاری این گرد همایش علمی و برای دعوت من برای شرکت در آن. و همچنین میخواهم از جناب آقای طریقت و تمام همکاران محترم رایزنی را تشکر بکنم برای استقبالمون در اینجا و برای مهمان نوازیتون در چارچوب برگزاری این گرد همایش. و اما جنگ جهانی اول، اجازه بفرمایید که این دستگاه را روشن بکنم. بیانی که امروز خدمت شما ارائه می کنم دستاورد پژوهش کلانتر من در طول دو دهه گذشته مورد تلاش دولت مردان عصر قاجار برای شکل دادن به سیاست خارجی ایران در دوران پارچالش و پارتنش جنگ جهانی اول و سالهای بلافاصله پس از جنگ می باشد. از چالش‌های گوناگون و دشواری که دولت مداران ایران در این دوران روبرویشون بودن، باید از مداخله مستقیم بیگانگان در ایران و تجاوزات ایشون به خاک ایران، دگرگونی‌های پارتنش سیاسی منطقه خاورمیانه، کنفرانس صلح پاریس 1919 و مسائل عضویت ایران در جامعه ملل نام برد. بحث حاضر بر سه محور اهداف، فراینده ها و پیامد های تصمیم گیری و ابتکارهای دیپلماتیک سیاستگران ایران تمرکز دارد. در اتخاذ چینین روی کردی، من عملاً از سنت‌های تاریخ نگاری اروپایی محور رایج همکار اروپایی و آمریکایی‌ام و نیز تاریخ نگاری
مشابه همتایان ایرانی آنها که فقط و فقط بر سیاست های متخصه از سوی قدرت های اروپا نسبت به ایران تمرکز داشتند روی برتافتند و کنون توجه پشوهشی و تحلیل خود را به عملیات و ابتکار سیاستگذاران ایرانی در تنگ و تنگ خطیر صحنه سیاست جهانی در این دوران جنگ 1990 قرار دادن. پرسش های اصلی که در اینجا مطرح هستن و به باور من در تاریخ نگاری اروپایی و ایرانی تا به حال این پرسش ها به جدیت مورد به جدیتی که لازم هست مورد توجه را نگرفتن عبارتن هست. آیا دولت مردانان ایران ایرانی در پاسخ به چالش های خطیر و خواسته از جنگ جهانی اول به هیچ اقدامی دست زدن؟ و اگر دست به هر گونه اقداماتی زدن، در دست زدن به این اقدامات در پی چی بودن؟ پیش از این که به شرح اقدامات دولت مردان ایرانی در شکل گیری سیاست خارجی ایران در این دوران بپردازم، شایسته است که به مرور تصویری که تاریخ نگاری رایج تا کنون از ایشون و از ایران ارائه داده است اشاره بکنم. در یک جمله تصویر مرور قبول تاریخ نگاری رایج از طرف ایرانی ها و از ایران در این دوران همانا تصویر مشت مهره باسیجه دست سیاست قدرت های خارجی است که از هیچ گونه عملیاتی برخوردار نبود. در این مربوط شایان ذکر است که این پژوهش یعنی پژوهش بنده در تأکید یک چشم انداز و دیدگاه ایرانی و اولویت دادن به منابع ایرانی انجام شده، ولی شرط لازم و کافی برای یک بازنگاری مستند و معتبر در نظر گرفتن مستندات موجود در منابع آرشیو منتشر و منتشر نشده می باشد. پس پژوهش حاضر با مقایسه تطبیقی و ارزیابی اسناد آرشیوی کشورهای مختلف از جمله ایران و روسیه نوشته شده و همچنین با استفاده از نوشتجات بازیگران اصلی اون دوران، به خصوص بازیگران اصلی ایرانی اون زمان مانند یادداشت‌های روزانه و خاطرات. با این کلمه‌های به اصطلاح پیشگفتاری الان می‌پردازیم به اصل مطلب. در تابستون 1914 سلطان احمدشاه قاجار رسماً به سن قانونی برای به دست گرفتن مقام پادشاه رسید و درست همزمان با بروز بحران ماه ژوئیه 1914 در اروپا رسما تاج گذاری کرد. درست در همین زمان، یعنی همون زمان آغاز جنگ جهانی اول در اروپا، در ایران امید آن می‌رفت که زندگی سیاست نظامی مشروطه سلطنتی ایران که مجلس دوم آن در نتیجه اولتیماتوم روسیه در قضیه مرغان شوستار در 1911 عملاً به حیات مرگ افتاده بود، در پی انجام انتخابات مجلس دوم حیاتی نو پیدا کند. جنگ اروپا که در بلژیک و در پروس شرقی شروع شده از دیدگاه تهران دور به نظر رسید.
اما و اما هنگامی که آمپاروتاری آسمانی در پاییز 1914 وارد جنگ شد، دولت ایران که اکنون شاهد زبانه کشیدن میدون جنگ در همسایگیش بود، در اول نوامبر 1914 رسما اعلام بیطرفی کرد. ولی اعلام بیطرفی ایران از کشیده شدن صحنه نبرد به خاک ایران جلوگیری نکرد. از اواخر سال 1914 تا اواخر سال 1917 ایران شاهد تجاوز سپاهیان روسیه، بریتانیا و عثمانی به خاک ایران، اشغال بخشای کوچک و بزرگ ایران و دیگر و درگیری های نیروهای بیگانه با یکدیگر در خاک ایران. در این دوره ما همچنین شاهد فعالیت های گروه کوچکی از عوامل آلمانی در منطقه هستیم که اقدامات چشمگیر اما زودگذارشون به نقل ماهیت آمیزی به تحریک مردم ایران علیه منافع متفقین یعنی بریتانیا، فرانسه و روسیه منجر شد. در بطن حوادث این دوره پیشروی سپاهیان روسیه به سمت پایتخت ایران در نوامبر 1915 که به فرار شمار قابل توجهی از دولت مردان ایرانی مخالف متفقین، نخست به قم و سپاس به کرمانشاه و مدتی بعد هم در 1916 به خاک عثمانی منجر شد. برخی از این دولت مردان در تابستان 1916 به کرمانشاهان بازگشتند و در کرمانشاه دولت در مخالف با متفقین تشکیل دادند. در همین زمان تخت در تهران تخت فشار متفقین که خواهان جهت‌گیری دولت ایران به سمت متفقین بودند، دولت ایران در تهران به مذاکره و اتفاق موافقتنامه مشهور به پیمان سپهسالار ماه اوت 1916 اقدام کرد. شایان ذکر است که دولت میرزا حسن خان وثوق الدوله که بعد از امضای این موافقتنامه سر کار اومد، توانست که اجرای موافقتنامه مزبور را با موفقیت به تأخیر اندازد. با پیشروی همزمان روسیه از شمال و بریتانیا از جنوب که بریتانیاها در این بین پالیس جنوب ایران را انداختند و اشغال صفحات شمالی و جنوب ایران در تابستان 1917، به نظر می‌رسید که متفقین موفق شدند که از غلبه قوی قوه مرکزی یعنی آلمان، امپراتوری عثمانی، اتریش، مجارستان و بلغارستان و ایران جلوگیری کنند. بیان تمام تحولات مهم و بسیار پیچیده‌ای که در ایران و در پیرامون ایران در اون سالهای نخستین جنگ جهانی اول یعنی تا 1917 رخ دادن بیرون از حوزه بیان حاضر است. اما تبیین یک امر در این میان از اهمیت شایانی و خدا هست. علاوه تمام مداخلات پیش گفته و صرف پیش از پیش دولت مرکزی ایران، هیچ یک از دو طرف اصلی جنگ نتوانستند که دولت ایران را قانع سازند که به طرف ایشون در جنگ بپیوندند.
الان هستیم در پاییز 1917 و در آن واحه از زمان با انقلاب روسیه در نوامبر 1917 و برپایی حکومت بلشویکی منجر به عقب نشینی به تدریج روای روسیه، اوضاع باز هم به تدریج دگرگون می شود. یعنی همون انتظار که در تابستون وجود داشت که بالاخره متفقین موفق شده بودن تا اینکه ایران تحت کنترل خودشون در آورده بودن، دوباره داره از بین میره و از اواخر سال 1917 میلادی که در بهار آن سال، و این هم جا دارد که بهش اشاره شود که در بهار آن سال ایالات متحده هم وارد جنگ شده اند و با چشم انداز نزدیک شدن پایان جنگ و پس برگزاری بالقوه یک کنگره صلح عظیمی، یک موقعیت منحصر به فرد ژئو استراتژیک، این شانس را برای ایران فراهم آورد که بدون بردن جنگ برنده صلح شود. دولت مردان ایران این زمان در حال پی‌ریزی طرحی بودند که اهداف ایران در دوران صلح را به دست بیاورد. و اینجا هم شاید شاید داشته باشد که اشاره بکنم که خب در اوایل جنگ اصلا به نظر رسید، به خصوص بعد از 1915 به هر حال الان که ما اینو میدونیم که ایران از بین بره. بریتانی ها و فرانسوی ها و روسی ها در تماس بودند و در چارچوب خب پیمان که نمیشه گفت ولی قراردادهای کنستانتینیه به این نتیجه رسیدند که ایران بین روسیه و بریتانیا کاملا تقسیم بندی شود و اگر این برنامه اجرا میشد تمامیت ارضی ایران و استقلال ایران از بین میرفت. پس اوضاع بسیار نگران کننده وجود داشت برای ایران، اگرچه باید گفت که دولت مردانان ایران خبر این انفجار را نداشتن چون که سری بود، محرمانه بود. الان با اینکه نزدیک به پایان جنگ می‌رسیم و یک جنگ واقعاً جهانی داره تموم میشه، معلوم است که یک کنفرانس صلح جهانی هم برگزار میشود، به خصوص اگر در نظر بگیریم که آمریکا وارد جنگ شده و رئیس جمهوری آمریکا آقای وودرو ویلسون هم تو بیاناتشون و در اظهاراتشون به یک نوع سیاست خارجی جدید اشاره کردن. پس الان یک فرصتی وجود داره، به نظر میزه که وجود داشته باشه که باید از این استفاده بکنه و دیپلمات‌های ایرانی مقیم پایتخت‌های مختلف از جمله پاریس، لندن، لاهه، واشنگتن کاملا متوجه این اوضاع شده بودن و دولت تهران تشریح کردن تا اینکه اقدامات مقتضی را فراهم بکنه. و پس چند پرسش اساسی الان در اینجا مطرح هستند. چگونه این دیپلماتیک صلح محور تکامل یافت؟ چه کسی ماجرای آن بود؟ و بعداً چگونه این دیپلماسی تکامل شده محور به اجرا در آمد؟ مسئله صلح ظاهراً از زمان آغاز جنگ در صدر برنامه های دولت مردان ایرانی قرار داشت، ولی پس از انقلاب مارس 1917 در روسیه و ورود ایالات متحده به جنگ، دولت مردان ایران پیش و پیش
پیش از پیش بر روی مسئله صلح متمرکز کردند و بر اساس اسناد موجود در تابستان 1917 میلادی دولت ایران به تشکیل یک کمیسیون مختلط از وزارتخانه‌های گوناگون برای بر آوردن میزان خسارات وارده به ایران به خاطر جنگ در طول جنگ تحت عنوان کمیسیون تحکیم خسارات دست زد. سیاست گذاران خارجی ایران آشکاراً امیدوار بودند که با ثبت خسارات وارده به ایران به ایران بی‌طرف که رسماً شرکت کنندگی میشود گفت جنگ نبود به شیوه مستند بتوانند جایگاه مطمئنی را برای ایران بر سر میز مذاکرات صلح در پایان جنگ تصمیم بکنند. ایرانیان که دست کم از 1917 پس به طور سیستماتیک به آماده سازی برای صلح مشغول بودند در پایان جنگ در نوامبر 1918 بلافاصله به واقعیت‌های جدید حاکم بر جهان واکنش نشون دادند. این چنین بود که با مهارتی غیر قابل تصور دولت ایران تنها دو هفته پس از پایان جنگ اعلامیه 8 ماده‌ای که طی آن ایران خواهان پرداخت خسارات وارد در طول جنگ و عضویت ایران در کنفرانس آتی صلح شده بود را به آمریکا، بریتانیا و فرانسه تسلیم کرد. به محض تسلیم این ادعا به قدرت‌های متفق برنده جنگ دولت ایران بدون این که معطل واکنش قدرت متفق شد به سرعت دست به کار تشکیل هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح شد و علی رغم اعتراضات شدید دولت‌های فرانسه و بریتانیا دولت ایران نمایندگی خود را به ریاست میرزا علی خان مشاور ممالک در 17 دسامبر 1918 راهسپار فرانسه ساخت و حدود یک ماه بعد هیئت نمایندگی ایران وارد پاریس شد. از قرار اعلامیه 8 ماده‌ای که دولت ایران در نوامبر 1918 تسلیم قدرت‌های پیروز جنگ اول جهانی کرده تنها بزنه خسته های ایران را تشکیل می دادن. به منظور هرچه عینی تر کردن خسته های ایران بوسوق و دوله رئیس وزرای زمان کمیسیونی به رهبری زوکرمایت فروغی را مأمور طرح جزئیات خواسته های ایران کرد و به عبارت دیگه همان دولت وثوق الدوله که از دیدگاه تاریخ نگاری سنتی حاکم یک دولت خادم خودخواسته منافع بریتانیا به شمار می آید دست به همون اقداماتی زد که دولت‌های آمریکا و بریتانیا در آستانه پایان جنگ زدند، یعنی تشکیل کمیسیون‌های تخصصی برای برآورد خسارات، طرح خواسته‌های کشور بر اساس درک صحیح از منافع ملی و ارائه ابتکارات دیپلماتیک به حرفه‌ای‌ترین شیوه ممکن. و زوکرمایت در دسامبر 1918 گزارش نهایی کمیسیون را تسلیم دولت کرد و در این گزارش
دولت ایران برنامه برای استفاده از کنفرانس صلح برای خودش معرفی کرد و سوکرمون سه تا برنامه در نظر داشت. برنامه ای که بهترین در بهترین اوضاع بشه اجرا شد و در این زمینه هم برگشت قفقاز به ایران مطرحه، برگشت آلتاباد به ایران، بازگشت آلتاباد به مطرحه و ادعای عزی هم به طرف مرف در اون بر دریای خزر. بعدا هم یک برنامه میانه هم مطرح هست و بعدا هم یک برنامه تنظیم میشه که ادعای میشود گفت واقع بین برای زمان در نظر گرفتن و در حد اقل ایران بر اساس اون برنامه در خست قسمتی از امپراتوری عثمانی بود، به خصوص اون سنجک سلیمانیه که به هر حال یه جوری به نظر میرسه که مرز اونجا عجیب و غریبه و چند تا ادعا هم در بال قفقاز و ترکستان هم مطرح شد. بدین معنی که امپراتوری عثمانی فروپاشی شد و روسیه هم به خاطر انقلاب و جنگ داخلی هم داشت از بین می‌رفت. اینا مدرجه شدند که اگر التباط را بخواهند مشکلی ایجاد بشه با انگلیس ها، چون که در این بین از طریق دولت بلشویک ها قرارداد ساکس‌پیکو منتشر شده بود و برنامه ریزی انگلیسی ها و فرانسوی ها برای تقسیم بندی خاورمیانه من بود. پس ادعای عظیمی داشتن از لحاظ ادعای عرضی. بنان هم باز هم این مسئله خسارات مطرح بود و به اضافه این هم دولت ایران هم میخواست که تمام پیمان ها و معاهده های اقتصادی و تجاری هم تجدید نظر شوند و این سه قسمت میشود گفت مهمترین ادعای ایران بودن، ولی خب هدف اصلی دولت ایرانی بود که کنفرانس صلح دسترس پیدا بکنن، مسئله ایران اونجا مطرح بشود و اصلا برای همیشه اون سوال ایران که یک علامه بزرگ سوال پشت ایران بود از اوایل قرن 19 هم برخلاف تمام این سیاست خارجی خیلی فعال قاجاریان که میخواستن، اون هم الان هنوز قاجاریان هستن، البته میخواستن این علامت سوال از بین ببرند و اوضاع ایران در چارچوب بین المللی در سطح دنیا ثابت بکنند و شانسش به نظر رسید چون خود کنفرانس صلح وجود داشت. و الان برمیگردیم پس به تحولات. سوکالمات این گزارش را داد و در همین زمان با وجود اینکه کنفرانس آتی صلح میتوانست به طور بالقوه دست آورده های با ثمری را برای ایران فراهم آورد، دولت مدار ایران نسبت به حضور بسیار نیرومند بریتانیا در کشورشون به شدت آگاه و حساس بودند، همونطوری که من خدمتتون عرض کردم. اما برخلاف ادعای تاریخ نگاری سنتی حاکم، والب بریتانیا در ایران نخست وزیر ایران یا رئیس وزرای ایران به قول اون زمان هرگز به کارگزار مدعی وزارت خارجه بریتانیا تبدیل نکرد. پس در نظر بگیریم برخلاف آنچه برخی مدعی‌اند، هنگامی که در پی فرستادن هیئت نمایندگی ایران به پاریس بوسوک و دوله در صدد دستیابی به تفاهمی با بریتانیا برآمد، به هیچ وجه در پی از پشت جندر زدن به ماشاور ممالک نبود. ماشاور ممالک که الان در پاریس بود با هیئت نمایندگی
برعکس وسوق و دوله با این اقدام دست به باز کردن چپه دیپلماتیکی دوم برای به دست آوردن اهداف ایران که مشخص شده تو همون گزارش زکارمود در دوران سوز زده بود. بدین سان در رست در همون زمانی که وسوق و دوله در حال انجام مذاکرات مقدماتی با برای دستیابی به تفاهمی با بریتانیا بود، تنها کسی که به هیئت نمایندگی ایران در پاریس در اواسط فوریه 1919 دستور داد که از هیچ اقدامی برای پذیرفته شدن ایران به کنفرانس صلح فروگذار نکنند، همون رئیس وزرا بود، وسوق و دوله. کارزار تبلیغاتی همه جانبه رسانه‌ای و دیپلماتیکی که هیئت نمایندگی ایران در پاریس به راه انداخت و نیز تسلیم رسمی درخواست ایران به کنفرانس صلح در 23 مارس 1919 نتیجه همون دستور مستقیم ریاست وزرای وسوق و دوله می باشد. باید اضافه کرد که اقدامات ایرانی در پاریس به خصوص هیئت نمایندگی ایالات متحده را چنان تکان داد که پرزیدنت ویلسون و وزیر خارجه ایشون رابرت لنسی به طور مداوم از همتایان خود یعنی آقای کلمانسو و آقای لوید جورج پس از همتایان خود میخواستند که با دادن فرصتی به ایران برای طرح خواسته‌هایشون در کنفرانس صلح موقعیت کنند. البته انگلیسی‌ها چنان موقعیتی هیچ وقت ندادند. از لحاظ دیگه هم باید گفت که کارزار دیپلماتیک ایران محدود به پاریس نبود. دولت وسوق و دوله به نمایندگان کنسولیش در قفقاز و موارد قفقاز تاکستان و تاکستان دستور داده که به رهبران اقوام مختلف در این مناطق تماس بگیرند و از ایشون بخواهند که سفارت ایالات متحده در تهران را با ارسال درخواست‌های مزارانه خود برای پیوستن به سرزمین مادرشون ایران و کمک به طرح این درخواست‌ها در کنفرانس صلح بمبران کنند. پس برمیگردیم که به همون بحث ترکستان و قفقاز و ادعای ارضی که ایران داره و این ایده که در اونجا یه جوری به هر حال ایران و به خصوص این ابتکار در نخچوان مطرحه که از لحاظ جغرافیا یکی از اهداف اصلی اون برنامه به اصطلاح واقعبین ایرانی ها بوده. به عبارت دیگه وسوق و دوله نخست وزیر ایران از سر و صدای دیپلماتیک که هیئت نمایندگی ایران که به دستور خود وی در بهار 1919 در پاریس به راه انداخت به عنوان بهترین حربه ممکن برای تحت فشار قرار دادن همتایان بریتانیاییش در تهران بهره جست. اما باید بازم تا چند مدت وقت همیشه رفت. مجبورم یه جوری بیان من رو کوتاه بکنم، خلاصه بکنم و متاسفانه نمیتوانم به جزئیات این ابتکارهای بسیار جالب و بسیار حرفه‌ای دولتمداران ایران ایران و باجا بپردازم. فقط میخواستم عرض کنم حضورتون که بالاخره ایرانی ها در پاریس خیلی سر و صدا کردن و یک نتیجه مثبتی مستقیما به دستشون آوردن و این پیوستن ایران به جامعه ملل بود که اصلا پیشبینی نشده بود و اگر ایران و اگر وسوق و دوله همین هیئت را به پاریس نفرستاده خبری نبود از این. ایران
اول عضو بایان گذاری SDM جامعه ملل می شود. بعدن هم متاسفانه به خاطر اینتریگ های و کارهای پشت پرده انگلیسی ها به خود کنفرانس دسترس پیدا نمی کنن و بعدن اوضاع یه ذره بدتر میشه چون که قرارداد برسای امضا میشه، پرزیدنت ویلسون از پاریس حرکت میکنه برمیگرده آمریکا و یه اوضاعی ایجاد میشود که برای ایران استفاده از این کنفرانس سیر سوال. در این لحظه میشود گفت در آخرین لحظه وصول داره و همچنین وزیر آلمانی فیروز میزان و سبت دوله با سفیر فرانسه در تهران تماس میگیرند تا به فرانسوی ها بگن آقا اگر شما به ما کمک نکنید بالاخره که به این کنفرانس لعنتی دسترس پیدا کنید ما مجبوریم با انگلیسی ها بزازیم ولی ما نمیخواییم این کار بکنیم، فرانسه باید کمک بکنه و شما هم باید از نفوذتون استفاده بکنید که آمریکا هم وارد رهنه بشود. فرانسوی ها میترسند که یه بازی دیپلماتیک باشه جواب نمیدهند و بالاخره در نهم اوت وسوق و دوله مجبور میشود قرارداد ایران و انگلیس امضا بکنه. ولی اگر مقایسه بکنیم ادعایی که ایران داشت در پاریس به خصوص اگر دقت کنیم به همون مموراندوم سوکالبای که خودش ایشون عضو هیئت نمایندگی بودن و قرارداد، می‌بینیم که قرارداد هم یه وسیله دیگری هست تا به دست آوردن چند تا هزینه به آورد. چون که به غیر خود قرارداد که معلومه که شش تا مواد داره و قرارداد وام 2 میلیون پوند، یک مبادله نامه ها هم وجود داره که سری بود، محرمانه بود و در این مبادله محرمانه نامه ها بریتانیا خودشون پیشنهاد میگیره، قول میده که به ایران کمک بکنه که ادعای خودشون در پاریس در ادامه کنفرانس سال مطرح بکنه. پس میشود گفت که اینا امید داشتند که با کمک بریتانیا بالاخره دسترس پیدا بشه. بعدن هم همینجوری که خودتون میدونید وقتی که خبر این امضای قرارداد پخش میشه سر و صدای بلند بازاری بلند میشود و به خصوص فرانسه برای دلایلی که الان واردش نمیتوانم بشم و آمریکا با شدت ایراد میگیرند و در این زمینه باز هم جالب هست که دولت ایران باز هم برمیگرده به فرانسوی ها و گفت ما به شما گفتیم در ماه ژوئن که ما در آستانه همچین قراردادی هستیم، چرا کمک نمیکنید؟ الان سر از دور درمیارید و اینقدر شکایت میکنید که ما الان قیمومیت بریتانیا شدیم و پروتکتورات شدیم، پس چرا آن زمان اینا مدرجه نشده بود؟ ولی باشه بذار الان بیشتر سر و صدا بکنیم و شاید بر اساس اون سر و صدا بتوانیم دوباره شروع بکنیم و به یک توافق بین المللی برسیم. پس همین میخواستم خدمتتون عرض کنم که در چشم انداز تشکیل دادن به سیاست خارجی ایران این قرارداد یه چیزی بود، یه ابتکار موقتی بود در زمان و اوضاع خاص تابستون اوت 2019 چاره دیگه وجود نداشت، ولی در صورتی که بعداً اوضاع عوض بشه شاید از راه دیگه بشه استفاده کرد تا ادعای ایران که هنوز همون ادعاها بود مطرح بشه. بالاخره متاسفانه برای ایرانی ها در طول پاییز 2019 نمیتوانند با کمک بریتانیا ادعایشون رو مطرح کنند. بالاخره وصول داده و فیزوس میفهمند که خب روی انگلیسی ها نمیشه در این زمینه حساب کرد و کرزن هم که بالاخره وزیر امور خارجه بریتانیا شده اصلا میگه اینا مگر دیوانه هستند که همچین ادعایی مطرح بکنند.
قواس میخواهند، سنجک سلیمانیه میخواهند، ترکستان هم مک میخواهند. ما نمیتوانیم این کارو بکنیم. بالاخره اوزا هم در شما میتونیم نوست میشه در اوایل سال 1920. بلشویک ها بالاخره برنده میشن در جنگ داخلی و الان خطر جدیدی وجود داره در شمال ایران. قبلا به خصوص در زمان امضای قرارداد موسوک و سیاست مداران ایران قاجا فکر کرده بودند که سفیدها برنده میشوند و اینها ترس این را داشتند که امپراتوری روسیه دوباره شروع بشود. این هم یک نقطه ای است که به نظر داشتن وقتی که امضا کردند. الان خشون سر به طرف مرزهای ایران حرکت کرده و تو قفقاز رایج میشه. باز هم دولت ایران به انگلیسی ها تماس میگیره و کمک میخواهد، ولی انگلیسی ها به خاطر اوضای خاص که در انگلیس وجود داره و در سطح دنیا کوچکترین کمک نمیتوانند بکنند. و آقای کرزون از طریق آقای زفرزیکاکس که وزیر مختار بریتانیا در تهران میباشند به ایرانی ها بفهمانه که ما کاری نمیتوانیم بکنیم برایشون. و بالاخره تو مقالبات هم قشنگ مشخصه ای در یک زمانی در یک روزی در تقریبا مارس 1920 بسوک رو داره می‌نویسه. اگر من کش که اینو سیتا فهمیدم، اینها حتی حاضرند که ایران از بین بره تا اینکه بتوانند در حد اقل بین و نهرین نگه داشته باشند. و چه کار میکنه؟ در پشت انگلیس ها بدون اینکه به انگلیس ها کوچکترین خبری داده بشه با شوروی ها تماس میگیره و پیشنهاد میکنه که یه هیئت بفرسته. این تقریبا در نوروز 1920 انجام میشه. دولت هم عوض میشه، سالم و دوله از کابینه بیرون میکنند، چون که واقعا به نظر میسه که او واقعا منافع بریتانیا در نظر داشت. و در همزمان هم یه هیئت نمایندگی به بانکو میفرستند تحت ریاست زیر زیاد طباطبایی تا اینکه با خود آذربایجانی ها به یک توافقی برسند و چند تا از این ادعاها شاید در مبادله با آذربایجانی ها هم به دست بیاورند. بالاخره با وجود این ابتکار شوروی ها حمله می کنند در مهر 1920. الان برای ایران اوضاع بیش از حد خطرناکه. انگلیسی ها نمی توانند کمک بکنند، ایران خشون چنانی نداره. پس باز هم دیپلماسی از یک طرف وصول رو سعی میکنه با روس شوروی ها تماس بگیره، از طرف دیگه و این هم خیلی مهمه شکایت میکنه به جامعه ملل که ایران توانست عضو بشه. در حقیقت ایران اولین کشوری هست که به این سازمان جدید داره تأسیس یک شکایتی فرستاده. ولی خب بعدا اول در جلسه شورای این جامعه ملل به ریاست لورد کرزن سعی میکنه به ایران بگه شما حق ندارید اینجا شکایت بکنید اصلا با ما مربوط نیست. ولی بالاخره به یک نتیجه میرسن و رزولوشن شما چه یه قطعنامه قبول میشه که این ابتکار روس‌ها پس متهم میکنه و به ایران پیشنهاد شده میشه که با اینها در تماس بگیرن، ولی در عدم موافقت دوباره حق دارن اینو به مجموعه ملل بیارن و مطرح بکنن. و بعدا هم اونهایی که از این خبر دادن گفته خب این که اصلا علکی بود، کوچکترین اهمیتی نداره، ولی اگر به مخاطبات وزیر امور خارجه وقت فیروز و که این ابتکار در پاریس در لندن انجام شد و رئیس وزرا نگاه بکنیم معلوم میشه
که اینها این کار رو کردن تا این عضویت خودشون ثابت بکنن، چون که هنوز سیر سوال بود که خصوص فرانسه میگفت شما اصلا نمیتونید عضو جامعه ملل باشید چون که شما پروتکتورات تیزانیا هستید، ولی با اصلا قبول کردن یک عقلانه که ایران هم نشست و خودش رأی داد برای اولین بار ایران در یک کنگره بین المللی شرکت می کنه که نه دمارد ایران هست ولی دمارد یه درخواستی هست که ایران به این سازمانی کرده و خودش هم حق رأی داره. این خیلی مهمتر از نتیجهش و بالاخره بعدن می شود گفت که بر اساس اون اوضاع ایران واقعا ثابت شده و این علامت سوال بالاخره برداشته شده، به خصوص اگر بعدن در نظر بگیریم که بالاخره با شوروی ها توانستن به یه توافقی برسن با امضای قرارداد فوریه 1921 که این قرارداد 5 روز بعد از کودتای سید ضیاء امضا میشه و به خاطر این امضای آن زمان همیشه به حساب رضاخان میرسه. با رضاخان کوچکترین تماسی نداره. تو ادبیات هم اینطوری که من دیدم به خصوص کتاب آقای کاوه بیات، اصلا دولت ایران خبری نداشت از اینکه مشاور ممالک در باسپو این امضا کرده. در حقیقت میشه باید باستان مشابه ممالک که ما در پاییز دیدیم الان در موسکو سیاست خارجی روسی و دوله اجرا میکنه، سیاست خارجی این دولت مادان قاجار که همه میگن اینقدر بد بودن و افتضاح بودن اجرا میکنه و میشه باید گفت در نتیجه گیری که این سیاست مداران قاجار به خصوص کسانی مثل مشابه مماده واسه بودوله فیروز نصد بوله و دیگران این تمامیت عرضی ایران و استقلال ایران توانستن حفظ بکنن و اینو گذار کردن به سلسله پهلوی که بعدن شروع کرد با برنامه تجدادی که اینا هم در نظر داشتن ولی نرسیدن به اجرای این برنامه. این هم در یک نتیجه کوچک اصل مطلب می باشد. پروفسور باس با ارائه مقالهشون تقریبا یک تصویر نسبتا متفاوتی از تاریخ نگاری سنتی راجع به روابط قاجار و اروپا طی جنگ جهانی اول رو برای اون ترسیم کردن. اگر احیانا سوالی هستش استفاده میکنیم که آقای پروفسور هم شاید اون بخشایی رو که نتونستن ادامه بدن طی پرسش و پاسخ بیان کنند. بفرمایید. موسیقی پروفسور رو به عرض کنم خدمت شما خیلی عالی بود. این مجموعه کارهای آقای پروفسور بس عالیه. من 20 ساله این ارتباط رو دارم شخصی با ایشون و لذت می‌برم هر موقع صحبت می‌کنم. هر چیز ازشون می‌خونم. ما با هم دانشجو بودیم، با هم آشنا شدیم در آرشیو وزارت خارجه و دوستی الان وارد 22 سال شده. خیلی خوشحال هستم. چند تا موضوع را من میتونم بگم یه مقداری کمک بکنه. در حال منم مسئول آرشیوی بودم که آقای پروفسور باس از اون اسناد استفاده میکرد و نگهداری میکرد اون اسناد وزارت خارجه. واقعش اینه این دوره خیلی مهم هست برای ما. من وقتی اشاره کردن آقای باز به دیپلومات های دوره قاجار میخوام قاجار را یک کمی عوض کنم با ترم قاجاری استفاده کنیم. میرزاهای دوره قاجار میرزا بودن، هنرمند بودن، هیچی نداشتن، کاغذ، فکر، قلم. دوستانی که با تاریخ ایران آشنا هستن نمیدونن اسم ترکمانچای رو شنیدید؟ فکر میکنید جایی که ترکمانچای امضا شد کجای ایرانه؟
از هر کسی که در خود ایران میپرسید میگن احتمالاً باید کنار رود ارس باشه، نزدیک آذربایجان. ترکمانچای روستایی است در 70 کیلومتری زنجان، یعنی 300 خورده کیلومتر از مرزمون پایین تر. وقتی توافقنامه ترکمانچای یا قرارداد نگین ترکمانچای امضا شد، با همون کاغذ مرز ما 350 کیلومتر رفت بالاتر در کنار رود ارس. و این کار نظام آموزشی میرزایی دوره قاجار بود، همونهایی که در جنگ جهانی اول این هنر رو به کار بردن. هیچ سیاستی نبود. من این رو دارم عرض میکنم که مثلا آرشیو بودم، میبینم هیچ دستورالعملی نیست. ابتکار فردی و تماس کاری یه سری آدم هستش که ایران رو میشناسن، جغرافیاش رو باش آشنا هستن. نمونه های آخرش 4 جلد خانم دکتر اتحادیه خاطرات باقر کاظمی مهذب الدوله رو چاپ کرده. وقتی شما میخونید اعجاب آمیزه که یک کسی وزیر خارجه ایران برای 4 دوره و در تمام روستاهای اطراف ایران، یعنی همه مناطقی که میگید، رفته، شب خوابیده، گفتگو کرده در افغانستان، عراق، ترکستان، قفقاز، منطقش رو خوب میشناخت. این ویژگی اون بود. بدون اینکه در جنگ باشم، کشور اشغال شده در میز برندگان جنگ و در هیئت اجتماع ملل متحد یک کرسی گرفت، نشست و وارد دیپلماسی شد. یه مورد دیگرم من میخوام بگم، البته اسنادش تازه در اومده ولی خیلی مهمه. در جنگ جهانی دوم آذربایجان اشغال شده، پیشوری و دولت دموکرات آذربایجان در اونجا هست، کردستان قاضی محمد جمهوری را اعلام کرده، آخرین سنت میرزایی دوره قاجار قوام مستبطنه وزیر نخست وزیره و وزیر خارجه، با ابتکار خودش نه تنها بدون شلیک یک گلوله کشور رو استقلالش حفظ کرد، ارتش سرخ رو برد بیرون. اون بخش پنهانش رو من برای شما بگم که تازه اسنادش از بخش محرمانه وزارت خارجه اومده به بخش آشکارش. در مذاکرات پنهان موافقت جامعه ملل رو گرفتن در نشست سان فرانسیسکو که مقر یو ام در ایران باشه، در تهران باشه. و حتی امریکایی ها رأی دادن و تنها کسی که مخالفت کرد انگلستان بود. یعنی نشون میده که چقدر تونستن از این بازی ها استفاده کنن فقط برای نگه داشتن ایران. و این رو به نظر من وقتی مطالعه میکنیم اسناد دوره قاجار رو، که اسناد خیلی مهمیه و توی وزارت خارجه هم گزارش های بسیار جذاب و جالبی وجود داره، نشون میده که این سیستم تونسته بوده به یه بلوغی برسه. چرا شکست خورد؟ چرا از بین رفت؟ جنگ عاملش بود؟ یا تغییر در تفکر اجتماعی جامعه ایران؟ اون دیگه موضوع بحث دیگه‌ای. من واقعا همیشه از آقای باستیات گرفتم و همیشه از دقت ایشون، جزئیاتی که کنار هم میشینم و نتیجه گیری که میکنم و فکر میکنم در آستانه 100 سال جنگ جهانی اول که هنوز میبینیم داره در منطقه ما چه بحرانهایی درست میکنه، اون چیزی که ما رو کماکان نجات داده همین دیپلماسی دوره آخر قاجار. آیا سوالی دارن دوستان؟ بفرمایید. خواستم بپرسم راجع به زمانی قبل از کنفرانس سال. میشه شما یه ذره بیشتر توضیح بدید راجع به حضور نظامی هم روسیه، هم بریتانیا، هم عثمانی در خاک ایران؟ مثلا چقدر نیرو داشتن؟ چه تحولی داشته؟ چونکه تا حدی که من میفهمم روسیه قبل از جنگ حضور نظامی داشته، یعنی از سال 1911 فکر می‌کنم.
و در این شرایط اصلا مسائل بی‌طرفی ایران خیلی مسائل عجیب بوده و دیگر سوالی هست اصلا تو چه حدی مثلا این واقع بینانه بود در حالی که دیگر روسیه در پارت ایران بوده. فرصه که اگر میشه یه ذره بیشتر راجع به این توجیه بودید نامونش. خیلی مشکرم از سوالتون و خیلی هم مشکرم از شما در این نتیجه گیری که ارائه فرمودید. قبل از اینکه جواب جناب عالی را بدم میخواستم یه نکته کوچک عرض بکنم از رسانه برای مصرف اصول تفاهم بالقوه. من در این سخنرانی در مورد سطح دیپلماسی صحبت کردم و در مورد ابتکارهای دیپلماتیک دولتمداران ایران در این زمان. متاسفانه سرنوشت مردم عادی ایران در این فاجعه که جنگی بود و این مربوط میشه به سوالش مطرح نشده، ولی بدین معنی نیست که من آگاه نیستم به این آزار و بدین معنی نیست که من میگم که تجربه جنگ جهانی اول برای ایران یک چیز مثبتی بود، نه برعکس، فاجعه بزرگی بود از لحاظ کاشتارها که انجام شد و بعدا هم وارد این آنفلوانزا شدید به ایران که خیلی بیشتر بدن کشته شدن و خب اصلا میزان کاشته شدگان در از طرف این انفلوانزا هم مربوط میشه به صلیب شدن ایران به خاطر جنگ. پس فکر نکنید که من به این مسائل آگاه نیستم، ولی موضوع این بحث خودم امروز نبوده. بحث امروز مربوط میشد به سیاست خارجی و از لحاظ و دیپلماسی. از این هم جالبه که با همگه ایران اینقدر ضعیف و بدبخت در این زمان یه جوری تونست تصویر یک قدرت دولتی نشون بده. همون مسئله‌ای که شما بهش اشاره کردید، همون نیروهای نرم و نیروی نرم soft power و تصویر نشون دادن و تئاتر دیپلماسی، این نیازها بلد بودند و تونستن اجرا بکنند. و اما سوال خودتون، بله شما کاملا حق دارید، نیروهای روسیه از همون جریان 1911 در خاک ایران وجود داشتند و عقب نشینی نکردند و این هم برای بحث بی‌طرفی ایران مسئله عظیمی بود، چون که به خصوص عثمانی ها گفتن اصلا اگر به مقررات بین المللی تماشا بکنیم، به قانون بین المللی، اصلا یک کشوری که توش قاشون یک قدرت شرکت کننده جنگ قرار دارد نمیتواند بی‌طرف باشد و به خاطر همین هم در همون زمان که ایران رسما بی‌طرفی خود را اعلام بکنه، بلافاصله هم باز هم از روسیه رسما تقاضا میکند که این واحدها را از ایران بیرون بکنه، ولی خب روسیه طبیعتا به این تقاضا گوش نکرد. بعدا هم واقعا اولین نبردهایی که رخ میدن در خاک ایران در اوایل سال 1014 هستش که عثمانی ها چند تا واحد غیر رسمی که فکر میکنم اکثریتشون کرد بودن به ایران لشکرکشی میکنن و با همون نیروهای روسی ها در گیر نبرد میشوند. بعدن هم این مداخله عثمانی ها به غرب ایران ادامه پیدا میکنه
و این هم یک مسئله بزرگی میشه برای آلمانی ها، چون که آلمانی ها بالاخره بعد از این مدتی تصمیم گرفتند که شاید با ایران یک کاری بشه کرد، ولی اصلا پس یک متحد بودن با امپراتوری آسمانی که خودش هم نقض بیطرفی ایران را نقض میکرد و واحدهای خودش رو وارد ایران میکرد، برای آلمانی ها یک دردسر دیپلماتیک شد. این بدن به این کشیده میشه که همونطور که عرض کردم خودتون، در پاییز 1915 به خاطر فعالیت های اون آمور آلمانی ها و شورشی که اینها برپا میکنن، روس ها تصمیم میگیرن قاشون قصاب به طرف تهران بکشن و بر اساس اون حرکت قزاق‌ها، این دموکرات‌ها و سایر دشمنان متفقین از تهران فرار می‌کنند و همچنین وزیر مختار آلمان، وزیر مختار